حکومت ایالات متحده آمریکا مصروف گفتگو با طالبان در قطر، اما حکومت وحدت ملی مصروف برگزاری لوی جرگه مشورتی در مورد تعریف صلح و خط مش این روند. با آنکه رئیس اجرایی 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شمار از جریانهای سیاسی این جرگه را تحریم کردند. اکنون پرسش اساسی این است که همزمان بودن ششمین دور گفتگوهای آمریکا با طالبان در قطر با لوی جرگه مشورتی به مفهوم چیست؟ و در روند گفتگوهای صلح آمریکا و افغانستان کدام یک در مسیر درست گام نهاده است؟ واشنگتن و یا هم کابل؟ در این موارد و همچنان در مورد تمدید کار حکومت وحدت ملی سوی دادگاه عالی گفتگوی ویژه‌ای دارم با دکتر عبداللطیف پدرام، رهبر کنگره ملی افغانستان و همچنان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، و من حارث جمالزاده، گرداننده بحث. آقای پدرام، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین تا گفتگو داشته باشیم. خوب است که گفتگو را با برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح آغاز بکنیم. با آنکه شما و رئیس اجرایه و شماری از جریان‌های سیاسی این جرگه را تحریم کردند، اما جرگه برگزار شد. شما با در نظر داشت ادبیات سخنرانی رئیس جمهور برگزاری جرگه را چطور یافتین؟ آیا تحریمی که شما کرده بودین یک گزینه درست بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و درود و سلام به بیننده های محترم. در رابطه با جرگه ها کلا نظر من به عنوان رهبر کنگره ملی و در گذشته ها هم صرف نظر از این جلسه که حالا ادامه داره جرگه این بوده که ما در روزگار مدرن زندگی میکنیم و در شرایطی و در اوضاع و احوالی که نهادهای مدنی وجود دارن، نهادهای حقوقی وجود دارن و در این حال پارلمان هست، اصولا مراجعه به جرگه های قومی غیر دموکراتیک است، یعنی به نظر من خیلی آرکائیک است و اصولا من با اینها مخالفم، چی با این جرگه و چی با جرگه که در قانون اساسی مطرح است. حالا به هر حال در رابطه با جرگه مشورتی، همون ترتیب که جناب شما فرمودید، رئیس اجرایی حکومت که به هر حال طبق اون موافقت نما 50% حکومت باید اداره بکنه یا متعلق به ایشان اساسا هم دارن، تحریم کردن و گفتن این جرگه قابل قبول نیست. همون گونه تیم های انتخاباتی و طبعا احزاب سیاسی و مردم روشن فکران و خیلی از فعالین سیاسی با این وضعیت آقای غنی این جرگه رو برگزار کرد. ایشان فرمودن که خب این جرگه جرگه مشورتی است، تصمیم گرفتن نمی شود، کار نمی توانیم انجام بدیم. خب پس به لحاظ فکری، به لحاظ عقلی و خرد سیاسی، جرگه که نمی تواند تصمیم بگیرد و فقط مشوره است، خب چه کاری بتونه واقعا انجام بده؟ اما گمان میکنم که نه، آقای غنی یک مقدار عوام فریبانه در این رابطه دارن سخن میگن. از صحبتاشون هم در مجلس در جرگه معلوم بود که ما نمیخوایم کمپاین بکنیم، این در واقع یک کمپاین است و کسی هم نمیخواد بگه ما کمپاین بکنیم. هرچند خود رئیس جمهور در سخنرانیش رد کرد، رد کردن، ولی عملا کمپاین است، برای اینکه نه از پول مردم استفاده میکنن، از پول ملت استفاده میکنن، از بیت المال استفاده میکنن و یک اداره خواستن مداره برنامه های خود برای اینو توضیح میده. و از نظر اخلاقی بلی حاجی سیاسی وقتی که این هم احزاب مخالف بودن، بخش از حکومت مخالف بود، رئیس اجرایی حکومت مخالف بود، قاعدتا این جرگه نباید برگزار میشد. حتی آقای کرزی هم بحث شده بود که لاخل باید به تعویق بیفته. یعنی خب این نگرانی جریان های سیاسی را، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را همواره ما با مقامات حکومتی طرح کردیم. استدلال حکومتی است که وقت مخالفین سیاسی میان مخالفت میکنن با جرگه، عملا طرح بدیل ندارن. یعنی شما عملا فکر میکنین چی طرح بدیل میتونست به خاطر گرفتن نظریات مردم در روند صلح باشه؟ ببینید دو تا مسئله است، یکی اینکه ما طرح بدیل داریم یا نداریم. من که طرح بدیل دارم به عنوان یکی از کاندیدا و رهبر یک اسم، حالا احزاب دیگر باید از خودشان سوال کرد که طرح بدیل دارم به عنوان احزاب کاندیدا یا نه، حالا دارن سر انکار میکنن. اما این یک مسئله است. قبل از اینکه به این بیایم که ما طرح بدیل داریم، این خودش خیلی مهم است که بگه ما اصولا برگزاری این جرگه کار قانونی هست یا نیست، آیا تشریفات لازم برای یک جرگه، حتی جرگه مشورتی، رعایت شده است یا نه. اول ببینید پارلمان که نتیجهش معلوم نیست، نتیجه کابل معلوم نیست، غزه که انتخابات نکرده، بغلان همین حالا در اعتصابی شدید دارن به سر میبرن علیه این پارلمان، علیه نتایج انتخابات، و نتایج نهایی معلوم نشده است. چگونه می شود با وکلای به اصطلاح وکلای وارد این جرگه شد که هنوز معلوم نیست نه وکیل می مانند یا وکیل نمی مانند. یعنی پس شما با افتتاح دور 17 پارلمان هم مخالف هستید؟ مسلما کار غیر قانونی بود. ببینید وقتی که نتیجه یک پایتخت معلوم نیست، نتیجه کابل معلوم نیست و بغلان معلوم نیست
و خودشان میگن که نتیجه هنوز در برخی ولایات ابتدایی است، نتیجه نهایی اعلام نشده است و کمیشنرها و خیلی از مصادر امور انتخابات معرفی شدن به دستگاه های عدلی و قضایی، هنوز سرنوشت اونا روشن نیست. چگونه میشود پارلمان را افتتاح کرد؟ اگر یعنی برداشت شما چی است؟ فکر میکنید رئیس جمهور چرا پارلمان را افتتاح کرد در حالی که انتخابات ولایت کابل نتیجهش نهایی نشد، ولایت غزنی معلوم نشد، ولایت پکتیا هم معلوم نشد و پنج ولایت هم در مسیر راه اعلان شد؟ دقیقاً به این منظور این کار کرد که در کار غیر قانونی دیگر انجام داد، با وجودی کار غیر قانونی دیگری که انجام دادن تا این سالها بیش از 90 مورد 91 مورد نقض قانونی اساسی که در واقع برای این جرگه ای که هیچ شخصیت مهمی درش اشتراک نکرد، منظورم شخصیت های حقوقی مثل احزاب سیاسی یا آدم های مثل رئیس اجرایی حکومت یا شخصیت های به هر حال قبلی مثل آقای کرزایی و دیگران و احزاب سیاسی شرکت نکردند و مشارکت نکردند، در واقع این جرگه خالی بود، دستش توهی بود، خاص با آوردن یک کد از آدم هایی که هنوز معلوم نیست وکیل هستن وکیل نیستن، یک مشروعیت ببخشه برای این جرگه، بگه که خب حالا اگه سران سیاسی نیامدن، یک کد از کاندیداها آمدن یا وکلا آمدن شرکت کردن، که طبیعتا همون ترتیب که شما فرمودید هنوز سرنوشت این پارلمان معلوم نیست و این کار نادرستی بود، هر کار دیگری که انجام داد. شما و 12 نامزد دیگه انتخابات ریاست جمهوری که تحریم کردن جرگه را، واقعا اینا نگران هستن مبنی بر اینکه استفاده سیاسی از این جرگه صورت نگیره. اما از همین اکنون پرسش هایی که به کمیته های پنجگانه جرگه مشورتی صلح داده شده، از کدام این پرسش ها شما نگران هستین که میتونه استفاده سیاسی صورت بگیره؟ پرسش اول مطرح شده که چطور میتونن جنگ پایان بدن و با طالبان قانع بسازن به مذاکره. پرسش دومی است که کدام ارزش ها و دستاورد ها در روند گفتگوهای صلح باید حفظ شود و همچنان پرسیده شده در مورد ترکیب هیئت گفتگو کننده که کیها باشه و همچنان پرسش اخیرم که سیاست دولت افغانستان در برابر کشورهای همسایه چگونه باشه. ببینید این سوالی که مطرح کردند و روسیه می در سخنرانی آقای غنی مطرح شد، در واقع تاکید بر این داشتن در بحث‌های اخیرشان هم که هیچ کسی نمیتواند در این مذاکرات شرکت بکند، منظورشان هیچ کسی نمیتواند، هم شخصیت‌های حقیقی بود هم شخصیت‌های حقوقی بود و تاکید داشتن بر این که هر نوع گفتگوی با طالبان ملکیت خاص دولت است. این از یک سو. بعد میکانیزمی هم که دارن برای گفتگو این است که بعد قدرت این آدم تحکیم پیدا بکنه، یعنی هر نوع گفتگوی برای آقای غنی جز این معنی ندارد که در جهت تحکیم موازی ایشان باید باشد یا در جهت ادامه کار ایشان برای ریاست جمهوری. بنابراین اون نگرانی که آقای غنی دارد همین نگرانی ها از این بابت است. اما این مجلس برگزار کرد، جرگه مشورتی را برگزار کرد، من گمان نمی کنم که با وجود تلاش های که آقای غنی دارد از این جرگه بتواند آن استفاده را بکنه که مراد کرده بودند از اول، برای اینکه وقتی یک جامعه مردم همه دارن مخالفت میکنن، خب در اون صورت جرگه چی نتیجه خواهد داشت؟ خب با ایشان در موقعیتی نیستن که بخواهن. چی است که هدف و مرام رئیس جمهوری و مشخصا شخص رئیس جمهور به خاطر برگزاری لوی جرگه مشورتی چی بوده که نمیتونه برسه؟ این ببینید، یکی این که باید بگویه که مذاکرات به اختیار خودش باشه. دو، این جرگه را دعوت کرده تا بگه که ادامه کاری که اینا روبروشان دارن و دادگاه عالی هم تاکید کرده برای ادامه کارشان ابقا کرده، این هم قانونیت داره. بعد میخواه بگه که مردم آمدن در واقع از موازی من حمایت میکنند، نه از موازی کاندیداها، نه از موازی احزاب سیاسی و نه دیگر. میخواه برای جامعه جهانی بگه که مشروعیت هنوز در اختیار ایشان است، این جرگه آمده برگزار شده، لوی جرگه برگزار شده و لوی جرگه صلاحیت هایی را برای ایشان داده برای صلح و برای جنگ و حتما شما خواهید دید که در ختم جرگه اینا قطعنامه صادر خواهند کرد، اعلامیه منتشر خواهند کرد که این جرگه صلاحیت های این نشان را این آقا را تایید خواهد کرد، یعنی در آن صورت برای صلح و برای ادامه. الان که کاندیداهای ریاست جمهوری بحثشان این است که این جرگه را ما قبول نداریم، اول هر فیصله‌ای که این جرگه داشته باشه، جرگه مشورتی برای ما قابل قبول نیست، برای اینکه این جرگه غیر قانونی است، این جرگه برخلاف مصالح مردم افغانستان است، برخلاف رأی مردم است، غیر دموکراتیک است و کاملا با روش‌های دیکتاتوری و انحصار طلبانه برگزار شده. برابر این که برای ما اهمیتی نداره، اولین آسیبی که آقای غنی میبینه این است که این جرگه برای ما قابل قبول نیست، تمام، با هر نتیجه که میخواه اعلام بکنه، چون مقدمات درست نیست.
این از یک سو. از طرف دیگه اول جوزا کار ایشان ختم میشه، کار حکومت وحدت ملی مطابق قانون اساسی ماده 61 ماده 4 این تمام است و مسلمان هم از آب سیاسی هم تصمیم خواهند گرفت. حالی افغانستان مبنی بر ماده 61 اعلان کرد، برای شما قابل پذیرش نیست؟ نه، اول ببینید، ما در شورا رأی دادیم، در مجلس نمایندگان رأی دادیم به یک کمیسیونی برای تفسیر قانون اساسی. خب قبلا چیرایش سرشناس مثل آقای قاضی و اینا در این کمیسیون بود. یعنی ما هر جای به یک جای بر میخوردیم که مناقشه میشود در مجلس یا احتمالا تفاهم کامل نمیداشتیم بر سر یک متن حقوقی یا فرمانی یا متن یا قانون یا لایحه هر چیزی، ما محول میکردیم به کمیسیون تفسیر قانون اساسی که ازش از مجلس نمایندگان رأی گرفته. بنابراین این در صلاحیت کمیسیون تفسیر بود، نه در صلاحیت دادگاهی عالی. دادگاه عالی دور زده برای همین هم حقوقدانان معترض بودن، اعتراض کردن که وقت کمیسیون تفسیر قانون اساسی وجود دارد و این کمیسیون از مجلس هم رأی میگیرد و وظیفش هم همین است و برای همین اعضای این کمیسیون حقوق میگیرند، این کمیسیون باید بگه که ایشان اجازه دارن ادامه بدن یا اجازه ندارن ادامه بدن. اینا کمیسیون دور زدن، اینا محول کردن به دادگاه عالی و میدونید که دادگاه عالی متاسفانه به عنوان یک مرجع قضایی که من احترام دارم به قاضیانمون و اینکه به هر حال این قوه قضاییه باید مستقل باشد و ترتیبی که ما واسه تفکیک قوا باور داریم و احترام داریم، متاسفانه رئیس جمهور اعمال نفوذ کرده و آمده بر دادگاه عالی تحمیل کرده که ایشان یک چنین پس با چنین توضیحاتی میخواهید بگویید که این تصمیم دادگاه عالی یک تصمیم سیاسی است؟ بدون تردید تصمیم سیاسی است و مرجع تفسیر قانون اساسی کاملا روشن است. خدمت شما عرض کردم مطرح میشه برای همین هم از طرف ما رد شد. در صورتی که دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد، چرا در بحث با انتخابات پارلمانی وقت جنجال های پیش شد، وقت حکومت وحدت ملی شکل گرفت بدون قانون اساسی، چرا در او زمان صدای خود بیرون نکرد؟ دقیقا من در اعلامیه که منتشر کردم در رابطه با تصمیم دادگاه عالی در رابطه با ابقای در واقع با تمدید کار آقای غنی بعد از اول جوزا، اونجا روشنی گفتم که دادگاه عالی که دارای چنین صلاحیت هایی بود نباید اجازه میداد که حکومت وحدت ملی زیر فشار آقای کری برخلاف قانون اساسی شکل می گرفت. من با دکتر سیب عبدالله کار ندارم، با شخص درباره شخص نمیخوام گپ بزنم، ولی ایجاد چنین جایگاهی برخلاف قانون اساسی بود، ولی شد و دادگاه عالی سکوت کرد برای اینکه نمیتونه تصمیم بگیره، چون میبایست مستقل عمل بکنه که متاسفانه با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک قوا در افغانستان دادگاه نمیتونه عمل بکنه و اونجا ما انتظار داشتیم که دادگاه این کارو میکرد. بعد که انتخابات پارلمانی بلجنگ کشیده شد و الان 6 ماه هنوز نتیجه روشن نیست و مصادر امور و کمیشنرها معرفی شدن برای تخطی، بعدم آمدن گفتن که خب این پارلمان میتونه افتتاح بشه، یعنی اینجا باید نتیجه انتخابات باید ملغا میکرد. وقتی که فعل فاسد است، تاثیر فعل به لحاظ حقوقی به لحاظ فقاهتی فاسد است. شما نمیشود بگید که آدمهایی که انتخابات برگزار کردن انتخابات منحرف کردن باید برن به زندان یا برن به دادگاه، اما نتیجه کارشون درست است. من در جلسه دریافتی جمهوری با آقای غنی و آقای عبدالله هم گفتم در بحث انتخاب کمیشنرها که شما این قضیه رو باید فیصله بکنید، اگه فردا کمیشنرها رو دادگاه محکمه برای عداد و گفت که اینها مسئول کمیسیون انتخاباتی و کمیشنرها خیانت مرتکب نشدند و نتیجه انتخابات درست است، باز تکلیف این کمیشنرهایی که جدیدن انتخاب کردن چی میشه؟ چون برایت حالت اصلی است. متاسفانه پاسخی نداشتم و گفتم اون جلسه که ما به این قضیه رسیدگی خواهیم کرد. باز من تاکید میکنم که اگر این نتیجه این آدمها کمیشنرها معرفی شدن به دادگاه به خاطر تخطی و جنایات در جریان انتخابات، نتیجه کارشان که انتخابات باشه باطل است و باید دادگاه عالی انتخابات را هم باطل اعلام بکرد. خب حال نکرد. دادگاه عالی تصمیم خود اعلان کرده مبنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی و شما هم نگران هستین که ممکن لوی جرگه مشورتی هم چنین اقدام را انجام بده. پس گزینه بدیل که شما در جستجوی از او هستین و میخواین که پس از اول جوزا باید مد نظر گرفته شود چی است؟ الان کاندیداهایی که ما باشیم تیم‌های رو تعیین کردیم برای اینکه روی یک طرح حقوقی قانونی ما باید کار بکنیم که همزمان با ختم دوره کار حکومت به اصطلاح وحدت ملی که همین اول جواز است از نظر ما مطابق قانون اساسی بدی طرح ما اعلام بکنیم و مطابق این عمل بکنیم و اعلام بشه برای مردم افغانستان، برای جامعه بین المللی و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی. ما الان داریم روی این کار میکنیم، ولی در این حال دو تا بحث الان در سطح منطقه در سطح بین المللی در رابطه با افغانستان و پایان کار جمهوری وجود داره. او این که اول جوازا که زمان کار حکومت ختم است،
یا باید درباره حکومت سرپرست کار بشه یا حکومت موقت. حکومت سرپرست آسان‌تر است، یعنی اینکه ما برسیم به نتیجه که کسی واسه آقای غنی داره امور رو به دست بگیره. مسئله تشکیل حکومت موقت یک بحث خیلی مهم است و الان مطرح هست در مجامع دیپلماتیک، مجامع بین‌المللی. این مربوط میشه به گفتگو با تحریک طالبان. یعنی اگر ما بخوایم حکومت موقت تشکیل بدیم، مثلا بون یا اینا یک ترتیبی، باید منتظر باشیم که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان به کجا میرسه. این یک کمی پیچیده‌تر از سخت‌تر است. یعنی فکر... اما قطعا ما روی این که حکومت سرپرست بده ایجاد بکنیم در قدم اول در ماه جوزجان ان شاء الله این تصمیم نهایی خواهیم کرد. یعنی فکر میکنین که در بحث ساختن حکومت موقت اکنون گفتگوهایی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان داره باز هم یک مورد بحث جدی برای ادامه کار حکومت وحدت ملی و موافقت روند گفتگوهای صلح هست؟ ببینید یک مسئله خیلی روشن است، من در اجلاس مسکو بودم. تحریک طالبان مثل آقای حکمتیار نمیان تسلیم بشن به این حکومت، چون حکومت قبول ندارن، به رسمیت هم نمیشناسن و بار هم تاکید کردن که حتی به عنوان طرف مذاکره قبول ندارن به این حکومت که بزنن. مسئله بیخی روشن است. قرار باشه که این گفتگوها به نتیجه برسد، مکانیزمی برای تحقق گفتگوها فقط حکومت موقت یا حکومت عبوری یا هر اسم دیگری با این محتوا است. توجه کردین؟ بنابراین اما نظر ما این است که چی گفتگو برای حکومت موقت، چی گفتگو برای طالبان و چی کار برای تمهیدات انتخابات ریاست جمهوری نباید زیر نظر آقای غنی و تیم ایشان و حکومت وحدت ملی باید پیش بره. ما به هر حال باید در قدم اول روی حکومت سرپرست در بلند مدت روی حکومت موقت باید کار بکنیم. اما آن چی برای ما و کاندیداها مهم است و حزب سیاسی اون این است که آقای غنی و این حکومت از اول جوزا و بعد برای ما مشروعیت نخواهد داشت و احتمالاً نافرمانی های مدنی خواهد شد، اعتراض خواهد شد. ما علاقه نداریم که وارد یک جنگ مسلحانه بشن مردم ما، ولی از همه فرصت هایی که در قانون اساسی داریم برای اعتراض و برای اعلام موضع در رابطه با این مسئله و ختم حکومت ایشان استفاده خواهیم کرد. و میبینید خیلی اثران شخصیت های مطرم دارن در رابطه با این مسئله موضع میگیرن و این به این سادگی نیست. و آقای غنی خیال نکنه که میتونه در برابر همه این خواسته ها نه بگه و غیر دموکراتیک عمل بکنه و نباید فراموش بکنن که اونا پایگاه بسیار وسیع ندارن در میان مردم. رد گفتگوهای قطر که قرار بود میان نمایندگان سیاسی و طالبان برگزار شود، فکر میکنین که ربط با این موضوع دار؟ ببینید در رابطه با قطر هم این حکومت بود که کارشکنی کرد. مذاکرات قطر برگزار خواهد شد، حالا این هفته، هفته دیگه، هفته دیگه، برای اینکه هم منطقه، هم جامعه جهانی، هم احزاب سیاسی، هم شخصیت ها مصر هستن که این گفتگوها باید ادامه پیدا بکنه تا ما به نتیجه برسیم و در نهایت به یک صلح، آنچه که مردم ما نیازمندش هستند. البته خب حالا صلح چگونه باید باشد، ما برای منعکس موازی خودمان رو بارها و بارها بیان کردیم. اما جلسه قطر قطعا اینا به هم زدن با افزایش لیست. جلسه قطر در مسکو مطرح شد، همونجا در مسکو فیصله شد که بعد از جلسه مسکو جلسه قطر باید گرفته شود و قاعدتا باید اون هیئتی که در مسکو شرکت کرده بود به اضافه تغییراتی در قطر هم مشارکت میکرد. اینا آمدن لیست بلند بالا یک لیست گرفتن. البته من شخصا اون زمان هم گفتم که اشکال نداره سطح مشارکت هر چی وسیع تر باشد بهتر است، اما خوب نمیشود شما 1000 نفر به قطر بفرستید. منظور من از افزایش سطح مشارکت این بود که ما به جای مراجعه به یک پارلمانی که وجود ندارد یا به یک نوع جرگه ساختگی که الان داره بر عنوان مشورتی برگزار میشود، ما باید مستقیم به آرای مردم مراجعه میکردیم. اگر قرار این بود و چنین تصور بود که گفتگوهای صلح با طالبان چیزی فراتر از صلاحیت پارلمان و صلاحیت این حکومت است، باید به آرای مردم مراجعه میشد و او هم راه داشت امکانات. یعنی فکر میکنین دلیل اصلی افزایش لیست بود و یا اینکه آجندای نشست قطر؟ چرا اینکه چند روز قبل از برگزاری نشست قطر گفتگوی داشتم با یکی از اشتراک کننده ها، رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان. ایشان گفتند که بحث حکومت سرپرست یکی از آجنده های اصلی نشست قطر است. ببینید در قطر طبیعتاً در قطر درباره این بحث میشه که گفتگوها با تحریک طالبان به نتیجه برسه و این حکومت بره، حکومت عبوری رهبری را بگیره و بعد انتخابات بعد از صلح برگزار بشود. بحث های در قطر، بحث های ما در مسکو این بود که صلح برای ما اولویت دارد. اگر قرار باشد ما در این گفتگوها با تحریک طالبان بتوانیم به صلح برسیم، به یک سال پایدار، اشکال ندارد که انتخابات ریاست جمهوری چند روز عقب بیفتد.
که ما مجبور نشویم بعد از انتخابات دوباره از همین جا شروع بکنیم، یعنی گفتگوها رو باز بر بگردیم و از صفر شروع بکنیم. برای همین خیلی عاقلانه بود و در قطر این مسئله مطرح میشد که صلح اولویت دارد و بعد ما اینجا به توافق برسیم و بعد انتخابات زیر نظر حکومت موقت برگزار بشه. یعنی برای شما هم به عنوان یک جریان سیاسی صلح اولویت مسلما برای این آقای غنی و تیمشون میدونست که اگر ما با چنین نتیجه برسیم با طالبان، خب ایشان باید کنار بروند و حکومت موقت به جریان بعدی رهبری بکنه و بعد با این حکومت ما بریم به طرف انتخابات که طبیعتاً احتمالاً لیست انتخابات بیشتر از این چند تیم‌های انتخاباتی حالا خواهد بود. شاید هم طالبان پیشنهادهای دیگری برای انتخابات داشته باشن، قانون انتخابات تغییر بکنه، سیستم انتخاباتی دوباره به عرضه بازبینی قرار بگیره، بحث تعدیل و تغییر قانون اساسی باشه، ولی پروسیجر دیگری است که ما معتقد هستیم که این از صلاحیت آقای غنی بالاست، چون تجربه انتخابات پارلمانی نشان داد که ایشان هیچ احترامی به قانون و حقوق ندارد. اگر من واقعا جای ایشان بودم این انتخابات ملغی اعلام می‌کردم از اول با هر هزینه سنگینی که داشت. بنابراین چون آقای غنی این نکته رو می‌فهمید، برای این مخالفت کرد و کارشکنی کرد. اما خب نمی‌تونست بگه که نه ما نمی‌خویم تحریمش می‌خویم بکنیم. یکی از راه‌ها این بود که لیست نامربوطی را درست بکنه که اولین لیست همین که داخل قطر بشه با خودشون مشکل داشتن و بعد اینکه شرم‌آورم بود. این غیر از اون سطح کلان مشارکتی است که من مطرح کردم که مشارکت وسیع، آره نماینده های مردم آره، اما چگونه میکانیزمش باید درست بررسی بشه. بنابراین طبیعتاً این سبوتاژ بود و از طرف دیگه همزمان با برگزاری لوی جرگه مشورتی ایالات متحده آمریکا ششمین دور گفتگوهای خود با طالبان در قطر آغاز کرد. فکر میکنین که همزمان شدن جرگه مشورتی و بحث گفتگوهای آمریکا با طالبان به مفهوم چی است؟ جرگه مشورتی اون گفتگو در قطر ربطی به این جرگه مشورتی نداشت، یعنی به این معنی نبود که اون جرگه با توجه به زمان بندی این جرگه باید برگزار بشد. گفتگوهای قطر، گفتگوهای قطر شامل یک پروسه بود که باید ادامه پیدا میکرد. همین اکنون هم در دوحه همین حالا من اخبار رو میشنوم ادامه دارد گفتگوها برای رسیدن به یک صلح. این همزمان بوده، یعنی این جرگه برگزار شده چند روزی هم تمدید شده و تصادفاً با او همزمان است. تصادفاً به این معنی که نه از این بابت، یعنی اون ادامه داشت، اون جرگه اون نشست قطر ربطی به این نداره، یعنی اون کار به هر حال جرگه مشورتی می بود و برگزار میشد، اما اینا خواستن که در این مرحله این جرگه رو برگزار بکنن تا اونم متاثر بسازن. خب حال شما به عنوان یک جریان سیاسی در داخل افغانستان فکر میکنین که کابل گام های مؤثره در روند گفتگوهای صلح تا اکنون برداشته و اینکه واشنگتن به مسیر درست رفت؟ نه، به نظر من تنها واشنگتن هم نیست، البته شکی وجود نداره که واشنگتن قدرت مهم است. در میان ائتلاف بین المللی و ناتو خب به هر حال چهره برجسته آمریکا است و نقش مهم ایالات متحده داره، ولی در رابطه با گفتگوهایی که الان در قطر ادامه داره برای کل گفتگوهای صلح تقریبا میشه یک اجماع منطقه‌ای و بین المللی وجود داره، بجز هند که مخالف هست. بقیه کشورهایی که من میشناسم خیلی سفرهایشان در همین جا که شما تشریف دارید آمدن، تشریف آوردن سفرهای کشورهای بزرگ، سفیر جمهوری مردم چین، سفیر سفارت آمریکا، از اتحادیه اروپا، از خیلی کشورها اینجا آمدن. ما بحث داشتیم در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان و اینکه ما این مرحله را باید به پایان برسانیم با رسیدن به یک تفاهم برای صلح. اجماع منطقه‌ای وجود داره بجز هندوستان که مخالف است. اجماع جهانی وجود داره، اروپا موافق است و بعد ببینید اعلامیه که 3 کشور مهم منتشر کردن که اینا در این حال اعضای شورای امنیت ملل متحده، چین، روسیه و آمریکا. و اونجا تاکید شد که ما تمامیت ارضی افغانستان را حمایت میکنیم، یعنی خواستم بگن که کسی من نمیتونه مداخله بکنه و اما گفتگوها قطعی است، گفتگوهای صلح قطعی است. بنابراین من میخوام بگم که تصمیم کشورهای منطقه و تصمیم نهادهای منطقه، احزاب سیاسی و کاندیداها و گروه های سیاسی و فعالان و شخصیت های مستقل افغانستانی و بیرونی و این 2-3 کشوری که در سطح جهانی دارن تصمیم میگیرن که به هر حال این جنگ به راه حل برسه پایان پیدا بکنه، اون خیلی موثرتر است از تصمیم های آقای غنی، چون آقای غنی تصمیم در رابطه با صلح ندارن، آقای غنی تصمیم در رابطه با ادامه جنگ دارن. الان همین کاری که داره در جرگه انجام میده ادامه جنگ است، در واقع آمادگی برای جنگ است، نه آمادگی برای صلح. کسی بخواد برای صلح کار بکنه با این همه مردمش، با احزاب، با گروه ها که نمیتونه مخالفت. تشکر آقای پدرام. چون فرصت اندک است میخوام جنبندی داشته باشین نسبت به اینکه آنچه را که تا اکنون ما و شما بحث کردیم، اگر قرار شد که ایالات متحده آمریکا، جمع سیاسیون و طالبان تصمیم بگیرن بحث ایجاد حکومت سرپرست و همچنان از طرف دیگه حکومت مقاومت نشان بده و بحث حکومت سرپرست نپذیره و بحث دیگه هم که جنجالی شد
ادامه کار حکومت وحدت ملی شما هر نوع طرح ارائه بکنین حکومت نپذیره، پیامد این دو موضوع برای افغانستان چه خواهد بود؟ من تصورم این است، امیدوار هستم که این عقلانیت را آقای غنی و تیمشان داشته باشن با این حکومت که نه باید با خواست مردم برای صلح و با خواست این جامعه جهانی مخالفت بکنن. این جامعه جهانی را من یکی از منتقدان سرسختش هم در موارده که خب کار غلطی هم انجام دادن، اما تأکیدی برای صلح و رسیدن به یک ثبات خواست مردم افغانستان است. اگر آقای غنی بخواهن مخالفت بکنن با همه این رونده ها، چه خواست جامعه جهانی، چه خواست منطقه، فعالان سیاسی، احزاب سیاسی، کاندیدای ریاست جمهوری، باز در اون صورت به گونه دیگری حاکمیتشون سقوط خواهد کرد که اون ما انتظار نداریم چنین چیزی بشود، که باز در اون صورت قهرن باید اینا میدان رها بکنن که امیدوارم با اونجا نرسه و خودشان باید این عقلانیت داشته باشن که به خواست مردم و به خواست همون جامعه جهانی که خودش آورده و هی پیوسته حمایتی از او را مطرح میکنه برای خودش، ما که زیاد هم نگران جامعه جهانی نبودیم، به سیاست سیاسی و مستقل عمل کردیم، متوجه باشه که به هر حال این پروسه تطبیق میشه و این گفتگوهای صلح و به هر جای خواهد رسید. تشبیه میکنن مخالفت رئیس جمهور با سرنوشت رئیس دکتر نجیب، فکر میکنین منطقی است؟ اون گونه نخواهد شد که مثل دکتر نجیب حلق‌آویز بکنن در پارک زندگی، چون مسلماً در یک موقعیت دیگری هستیم و من شخصاً آرزو ندارم چنین چیزی اتفاق بیفته. برحال آقای غنی هموطن ما هست و برحال حالا آمدن، ولی برکنار خواهد شد در اون صورت، این اتفاق خواهد افتاد.